سال نو مبارک. مطمئنم لباساتون هم پوشیدید، برای کلیسا خودتون آماده کردید، اتکلون و عطر رو زدید. پس به کلیسای هفت خوش اومدید. اولین جلسه کلیسای هفت در سال جدید رو با هم شروع میکنیم. خداوند همیشه میگه کار جدید براتون دارم، حتی میگه هر روز صبح برات یک رحمت و لطف تازه دارم، چه برسه که به سال جدید. با همدیگه در پرستش شرکت میکنیم. اجازه بدید در پرستش روح خدا بریزه و خود پرستش باعث تغییر و تبدیل ما بشه. کشمهیار عزیز، سالم عزیز، ما رو خدمت کنید، بفرمایید. عید نوروز به همه شما عزیزانمون مبارک. سال نو مبارک. خیلی خوشحالیم که در اولین برنامه کلیسای هفت در سال 1393 امروز اول فروردین در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. اون کسی که میپرستیم کیه؟ امروز اعلام میکنیم که اون کیه. بگون کیه از باطر زاده شده، تمام قدرت جهان به دست او داده شده. بگون کیه بدون زور و اسلحه، تمام دنیا رو گره، حتی زمان به نامشه. بگون کیه مرده رو زنده می کنه، با محبتش گریه رو خنده می کنه. بگون کیه مجازه دریا می گیره، اون که بی گناه به خاطر ما می میره. او همه نیستا به سر خدا، ما جیه آدم، او خدای ما، او برای ما خیلی بد بود، جوری که اصلا مهیاجان میدونه از روی مب نمیتونستم بیام راه برم و حتی اگر شما دیده باشین من کلیسای هفت رو نتونستم بیام متاسفانه، ولی دعا کردم گفتم خدایا من قوت تو رو میخوام. آمین. میخوام که این هفته در شادی تو بتونم شاد باشم. آمین. همین الانم که دارم اینجا میرخصم درد دارم و میخوام به شما عزیزان بگم هر کس مریضه، هر کس درد داره، در نام عیسی مسیح بلند شو شادی کن. امروز روزیه که باید در خداوند شاد باشی و خداوند تو رو بلند خواهد کرد و مریضی تو شفا خواهد داد و تو عزیز دل خدا در خداوند میتونی برخصی. بلند شو و شاد باش. آمین. میدونی چرا سالم جان اینو میگه؟ به این دلیل که شخصیت خدایی رو که میپرستیم رو میشناسه و مزهش رو چشیده. ما لب نمیزنیم اینجا، ما سرودای الکی نمیخونیم، ما الکی خوش و علی بیغم نیستیم، بلکه ما کسانی هستیم که طعم اون چشمه‌های نیکو خدا رو چشیدیم. بگو اون کیه مرده رو زنده میکنه. این سرود رو وقتی میخونیم، کسی که قادر مرده رو زنده بکنه میتونه شما رو از دردها، رنجها، سختیها و مریضیاتون شفا بده. یه نفر هم اینجا داریم داره بالا پایین میپره. منم می‌خواستم بگم که روی حرف سالومه عزیزم که برگشت گفتش که من با درد اینجا وایستادم و دارم ولی میرخصم برای خدا، میخوام اینو بگم تمرکز فکریتون رو از روی درد بردارید، فکرتون رو روی شادی خداوند که به شما داده بذارین. اونجاست که شفا جاری میشه، اونجاست که شفا جاری میشه. درسته مریضی الان هست، ناراحتی هست، یه جای بدن الان درد میکنه، همه اینا وجود داره، ولی شادی خداوندی که درون تو گذاشته شده بزرگتر از اون مریضی که درون توه. پس تمرکز تو عوض کن. مثل کی؟ مثل سالومه جان. مسیح آزادی، زندگی جاودانی،
در صلیب عیسی از گناه رهایی. شکر که در عیسی مسیح آزادیه و از قدرت گناه میشه آزاد شد و به 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 شهینجان عزیزم هم اینجاست. بشنویم از شهینجان، بفرمایید. با سلام به هموطنان عزیزم، خواستم بگم که وقتی که من توی کالیفرنیا بودم و این برنامه شبکه هفت رو میدیدم، این کلیسای خانگی خودم رو میدیدم، باور کنی آتش روح القدس آنچنان تو خونه بر من میریخت و من با همین شادی که الان اینجا هستم در تنهایی خودم در اون خونه میرقصیدم و با خواهران برادرم اشک میریختم و شادی میکردم و خدا رو شکر میکنم خدا آرزوی دل منو جواب داد و امروز من اینجا با عزیزانم دارم حضور خدا رو با شادی، عشق، آزادی، آزادی در مسیح خداوند و همه شما تبریک میگم. سالی پر از برکت و سلامتی داشته باشید در دستان خداوند عیسی مسیح. بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را. محبت خدا فیض عظیمش را بخشید حیات نو در عیسی. چشمه حیات شادی قلب پاک مسیح هست نام خدای ما. بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را. آیید خوانیم دستنیم دستنیم بپرستیم نام خدا را. او شایسته یه هم دو پرستش هست. هللویا من قبل از اینکه شروع بکنیم من میخواستم معرفی کنم، من خانومم سنتیا بهترین دوست من و این کسی که منو کامل کرده برای 35 سال. میخواستم 35 سال ازدواج کردیم و من هیچ جا بدون این نمیرم و خدا رو شکر میکنم برای اینکه یک زنی مثل این به من داده. من همونطور که گفتم آقای دکتر، امروز روز تاریخیه. آمین. نه تاریخی به چند دلیل هست، چون من این اولین باره که از 40 سال من اولین باره که دارم فارسی صحبت میکنم، پریچ میکنم. بله تو کلیسای آمریکایی موعظه میکنم ولی اولین باره که با فارسی، بنابراین هر چیزی که از دهن من میاد میدونم که روح القدس خواهد گفت و اگر اشکالی میبینین اشتباه میکنم ببخشید منو، ولی بدونی که این اولین باره برای 40 سال و اگر من توی این امروز اشکی ریختم بدونی که اشک ناراحتی نیست، اشک خوشحالیه. امسال وقتی شروع شد خدا به من صحبت کرد، گفت من امسال میخوام یه سالی باشه که تا حالا تجربه نکردی. نه تنها تو تجربه نکردی، تمام کسایی که با تو هستن و دور هستن یه چیز جدید میخوام بکنم. به من گفت برو مزمور 90 رو بخون و باب آیه 10 و 12 و این رو من میخونم برای شما. میگه عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم شاید به 80 سال برسد، ولی در طول این مدت چیزی جز درد و رنج نصیب ما نشود. هر آن ممکن است عمرمان به سر آید و به عالم دیگر پرواز کنیم. و 12 میگه به ما یاد بده که بدانیم عمر ما چه روز زودگر است، تا در این عمر کوتاه با
خردمندی زندگی کنیم. 70 سال میگه عمر ما هست. اینا اگر روز حساب بکنین میشه 25,550 روز. من حساب کردم امروز روز 18,768 منه. بنابراین بیشتر عمر من رفته. من فقط 7,000 خورده روز بیشتر نمونده برای من. خدایا کمک کن به من که این روزهایی که مونده من حروم نکنم. استفاده بکنم کاملا اونی که تو میخوای انجام بشه. خدا گفت میخوام امسال به تو بگم که تو تمام محدودیتی که گذاشتی برداری. مرا محدود کردی و خودتو محدود کردی. میخوام از امسال، از امروز میخوام فکر بکنی که تمام محدودیتو برداری. گفت بیشتر انسانان افقی نگاه میکنن. افقی نگاه میکنن. دوروبرشون رو نگاه میکنن. با آدمای دیگه نگاه میکنن. به وضعیت خودشون نگاه میکنن. به چقدر پول دارن، چقدر حالشونه. افقی زندگی میکنن. گفت میخوام تو از این به بعد عمودی زندگی بکنی. عمودی فکر بکنی. چون وقتی افقی فکر میکنی محدودیت هست. ولی وقتی عمودی فکر میکنی، عمودی دعا میکنی، هیچ نوع محدودیتی نیست. چقدر تارها در زندگی ما سخنهایی شده، کلماتی گفتن تو برای ما که ما رو محدود کرده. یا پدرمون، مادرمون، یا کسی صحبت کرده گفته این کارو تو نمیتونی بکنی، تو مغزت خوب نیست، تو قدرت نداری، تو فکر میکنی کی هستی که این کارو بکنی. و ما گذاشتیم اون کلماتی که اونا با ما صحبت کردن ما رو محدود بکنه. من میخوام به شما بگم برادران، خواهران، عزیزان، از امروز به بعد اون کلماتو بذارین کنار. محدودیت خدا امروز میخواد از ور داره. آمین. کلماتی که صحبت شده که شما رو محدود کردین و شما خودتون رو محدود کردین، از امروز به بعد میخوام صحبت اینو قطع بکنین. محدودیت کسانی که صحبت کردن راجبشون، من میخوام چند تا مثال برای شما بزنم. توماس ادیسون، معلمش وقتی کلاس سوم بود گفت این پسر خیلی احمقه. آینستاین، معلم اون گفت این مغزش خوب نیست، نمیتونه چیزی یاد بگیره. الویس پرسلی، به الویس پرسلی گفتم موزیک تو اصلا خوب نیست، تو هیچ موقع نمیتونی خواننده خوبی بشی. و مایکل جوردن که بسکتبال، بهترین بسکتبال دنیا بود، اون توی دبیرستان بهش گفتن تو نمیتونی تو تیم باشی. حالا اگر اینا گوش کرده بودن به این کلماتی که کسی دیگه صحبت کرده و راجبشون، میتونستن این کارهایی بکنن. اگر توماس ادیسون صحبت این گوش کرده بود چی میشد؟ اگر آینستاین گوش کرده بود که یه کلامی که دیگه گفته بود بهش، اون موقع چی میشد؟ بنابراین امروز خدا میخواد به شما بگه اون کلماتی که صحبت شده شما، که کلمات منفی بوده، شما رو اونو بذارین کنار. خدا میخواد امروز یک کلام مثبت برای شما صحبت بکنه و میخواد بگه تمام اون محدودیتی که در عمر شما بوده امروز میخواد ورداره برای شما. مزمور 34:8 میگه بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست، خوش به حال کسی که به او پناه میآورد. خداوند به من گفت امسال تو اگه به کلام من گوش بکنی، به حرف من گوش بکنی، به اون حرفی که من با تو صحبت کردم، به اون کانسنتریت بکنی، به اون فکر بکنی، تمرکز بکنی، اون موقع میتونی تو شروع کنی عمودی زندگی بکنی. دیگه نباید گوش بکنی به کسایی که افقی با تو صحبت کردن و نمیخوام زندگی افقی تو دیگه ادامه بده. امسال گفت یک سال جدیدیه و تنها راهی که گفت میتونی اینو عوض بکنی، باید طرز افکار تو عوض بکنی. و به من گفتش که این رومیان 12 میخوام اونو براتون بخونم. 12:2 چجوری ما میتونیم افکارمون رو عوض بکنیم؟ 12:2 میگه رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا رو تقلید نکنید، بلکه بگذارید خداوند افکار و طرز فکرتان را در گرگون
درگرگون کند تا به انسان جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اداره خدا را در درک کنید، آنچرا که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. خداوند میخواد امروز طرز فکر شما رو عوض بکنه. تنها راهی که ما میتونیم فکرمون رو عوض بکنیم، اون خاطراتمون رو عوض بکنیم، اون کلماتی که صحبت شده برای ما که منفی بوده، اینه که اجازه بدیم خدا به طریق روح القدسش بیاد این مغز ما رو، این فکر ما رو عوض بکنه. و این جوری که عوض میشه، به طریقی که عوض میشه، طریقی اینه که کتاب کلام خدا رو بخونیم، کلام خدا رو بخونیم و قبول بکنیم و بدونیم این کلام به ما داده. و اگر بدونیم از امروز که ما روزمون محدوده عزیزان، چند روز تا حالا خراب کردیم، ویست چی میشه؟ تلف کردیم. چند روز تلف کردیم تا این موقع. از امروز به بعد اگه اجازه بدیم خدا این مغز ما رو عوض بکنه، فکر ما رو عوض بکنه و بدونیم که خدا و واقعا خدا خدای خوبیه، میخواد یه کاری با زندگی ما بکنه، از امروز به بعد فکرمون عوض خواهد شد و روزهای دیگر تلف نخواهیم کرد. و با این کلام من تموم خواهم کرد. فیلیپیان 4:13 میگه هرچه خدا از من بخواهد با کمک مسیح می توانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد. با تمام اینها چه خوب کردید که در مشکلاتم به کمکم شتافید. درست گفتم؟ بنابراین این چیزهایی که خدا از ما خواسته قدرتش رو به ما خواهد داد. خدا هیچ موقع از ما نمیخواد کاری بکنیم که قدرتش رو به ما نمیده. میگه اگر من از تو خواستم امسال فکرتو عوض بکنی، اگر من از تو خواستم امسال عمودی فکر بکنی، اگر میخوام از امسال به تو میخوام کارهایی بکنم که مغزت یه چیزی میگه، قلبت یه چیزی دیگه میگه، به من روح بیار، به کلام من روح بیار و بدون که من قدرت اون کاری که دارم به تو میپرسم به تو خواهم داد. و میدونم امروز سال اول، روز اول سال، خدا با شما صحبت میکنه، میخواد شما فکرتون رو عوض بکنه، میخواد شما محدودیت رو از بین ببرین، بذارین کنار و بگین خداوندا بعد از اینکه برنامه تموم شه، خداوندا میخوای با من چی کار بکنی، من چجوری میتونم اون کاری که تو میخوای برای تو بکنم. و فکر نکنید که محدودیت دارین یا درس منزل نخوندین و علم کامل ندارین، اینا هیچ مهم نیست، چون خداوند میتونه با روح القدس خودش بیاد تمام چیزی که شما کم دارین شما رو کامل بکنه. و من دعای من اینه که از امروز به بعد خداوند بیاد و مغز شما رو، روح شما رو دست بده و شما رو یک جوری پر بکنه با روح قدس خودش. رو قبل از اینکه برنامه تموم بشه، که شما وقتی میرین طرف خدا از این بعد، تمام جوری که فکر میکنید، تمام چیزی که احساس میکنید، تمام جوری که برنامه ریخواهید ریز برای آینده عوض بشه. از امروز به آمد به عیسی مسیح دعا میکنیم امروز. امیدوارم که خداوند سال خیلی پربرکت و خیلی سال خوبی برای شما داده باشه. و خیلی از این که امروز من اومدم اینجا واقعا افتخار میکنم و خیلی تشکر میکنم که از من گفتین بیام اینجا. آقای دکتر قربان شما. با لیوان و داستان لو نده. آره لو ندم باش بله. دیدم یه لحظه ایشون اسباب کشی کرد، بعد یه جا خوردم، گفتم که خواستم بپرسم بگم من گفت بیا اینجا کانزاس، خواستم بگم کسی هم طوری شده کانزاس، خواستم بگم کسی هم طوری شده. نه بله که هنوز هیچی نشده، قراره یه طوری بشه. خوش آمدی، خوشحالیم که در خدمت هستیم، خودت و همسر عزیز خدا رو شکر برای شما عزیزان که در واقع تشریف آوردید و قبول کردید که بیاین امسال عید نوروز رو پیش ما باشید. باعث افتخار ماست، دوستتون داریم. از شما بشنم، وقت شما رو نمیخوام بگیرم. نه بابا لذت میبرم عزیزی. من واقعا ممنونم از این که برادر هرمز دعوتم کردین، خیلی افتخار. دانیل جان بیوتیفول، I love you so much. آره ملسا همسرم اینجاست، با هم هستیم، اومدیم. ما 6 تا بچه دارم. نه شوخی کردم، 5 تا. احساس بهتری داشتی نه؟ همیشه با 6 که شروع میکنم یکی میام پایین تر احساس بهتر دارم، با 5 تا که نمیدونم یه تخفیف بدم.
آره ببین به خوشت میاد یا که هنوز چقدر قشنگ مک مونده ولی خون آبادانی اینطوری میکنه. آره آبادان ژن شرف نداره که اینطوریه. خلاصه واقعا خوشحالم که با تون هستم. میخواستم برادرم هرمز در من گفت یه سری آیاتیه که تو دل و ذهنت هست برای ایرانی و فارس زبونها که بیشتر از ایران زمینه. آمین. برای ما در میون بساری. گفتم خداوند آیات زیادی ما دربارش درس دادم ولی امروز عیسی جون اگر تو امروز میخواستی با مردم ایران صحبت بکنی چی بهشون میگفتی؟ یه چیزی که از دل تو بود، اگر میخواستی یه چیزی بگی که برای امسال زندگی ما عوض کنه چی بود؟ یه مرتبه احساس کردم روح القدس آوردم در من گفتش که قبل از که برم روی صلیب با شاگردام یه حرفی زدم. اگر اون جمله‌ای که ما به شاگردام گفتم به ایران زمین به فارس زبانها بگی، اون چیزیه که دوست دارم سالشون رو با این شروع بکنن. رو همین حساب میخوام دعوتتون بکنم بیاین توی کتاب انجیل یوحنا باب 15 هم. میخوایم آیه 9 و 10 رو با هم بخونیم ولی یه چیزی ازتون میخوام بپرسم. خواهش میکنم قبل از که اینه ما بخونیم درباره این فکر کنیم که عیسی مسیح الان در حدود 33 سال و نیمشه اومده و برای 3 سال و خورده با شاگرداش قدم زده، یه عالم معجزات براشون کرده، مردم قوت و قلب داده، بهشون در من گفت که روح خدا بر من است که بیام اون ناامیدا رو امید بدم، مریضای شفا بدم، تمامی کارهای کرده. بعد 3 سال و نیم که مردم خدمت کرده من گفت من نیومدم تا خدمت بشم، اومدم تا خدمت بکنم. بعد از 3 سال و نیم برای اولین بار یه چیزی از شاگرداش میخواد، یه چیزی از دنبال روهاش میخواد، یه کسایی انتخاب کردن ایمان داشته باشن به مسیح، به اونا نجات داده ولی یه سری گفتن نه ما بالاتر از ایمان میخوایم، میخوایم تو رو دنبال بکنیم. گفت اگه میخوایم منو دنبال بکنین و میخوایم منو خوشحال بکنین یه چیزی ازتون میخوام و اینو هی شروع میکنه اهمیت اینه برای ما توضیح دادن. مرتب از باب 14 شروع میکنه اگه منو دوست دارین، اگه منو دوست دارین، اگه منو دوست دارین حکم منو به اجرا بیارین، اون چیزی رو که بهتون حکم میکنم انجام بدین. مرتب اینه میگه. وقتی بار اول اینه میخوندم احساس میکردم که توی دنیای روحانی یه چیزی داره درون ما تکون میخوره. گفتم عیسی مسیح دوست دارم، میخوام بدونم چی میخوای از ما، هر چی باشه انجام میدم، جونم میخوای بهت میدم، هر چی بخوای بهت میدم. برام جالب بود آیه 9، همان گونه که پدر مرا دوست داشته است من نیز شما را دوست داشتم. این آیه خیلی قشنگه. قبل از که چیزی رو که میخواد میگه همان گونه که پدر مرا دوست داشته من نیز شما را دوست داشتم، در محبت من بمانید، در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من باقی خواهید ماند. اگر در محبت من بمانید احکام مرا نگاه خواهید داشت. چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم در محبت او میمانم. این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما نیز باشد و شادی کامل شود. حالا آیه 12، حکم من این است، حکم من این است. چیه عیسی جون؟ چی میخوای بگی؟ حاضرم، با تمامی دل و جون حاضرم. بیایم یه کاری بکنیم، بیایم با هم بگیم که قبل از که بخونیم حکم عیسی مسیح توی دل و جون و روحمون بیایم بگیم حاضریم. با هم یه لحظه چشامونو ببندیم همین الان. آمین. چشاتو ببند، بگو عیسی جون من حاضرم، حاضرم که اون حکمی رو که به من میدی هر چی باشه انجام بدم. آمین. چون میدونم تو به هم قوت اینه میدی که این کارو بکنم، به هم حکمت اینه میدی که این کارو بکنم. پس توی دلم، توی ذهنم، توی روحم میخوام جایی باز بکنم برای این حکمی که به من میدی. روح القدس خودت همین الان بیا او دونه حکم مسیح رو در ما بکار.
در نام عیسی مسیح. خب حالا میگه حکم من این است، یک دیگر را محبت کنید، یک دیگر را محبت کنید چنان که من شما را محبت کردم. این برام خیلی بزرگه. میخوام یکی از موعظه‌های پسرم کوروش وردارم براتون چیز کنم. رو همین حساب پسرم 10 سالشه، الان 11 سالش شده، چند تا لیوان و یه مقدار چیزه یه اووردم. واقعا ما دوست دارم مردم محبت بکنم. ولی معمولا ما بچه که بودیم بزرگ میشدیم دعوا میشد سر فوتبال، ولی دعوا میکردیم بعد سنگ زیاد پرت میکردیم به هم. نمیدونم شما هم این کارا میکردین یا نه، ولی ما چند تا نیاکو اینجا تمام زخم کار هم این چیز دیگه اتفاقات مال فوتباله ولی. خلاصه داشتم فکر میکردم توی زندگیمون ما خیلی به طرف هم با حرفامون با رفتارمون نسبت به هم سنگ پرت میکنیم. بعد احساس کردم کوروش میگفت پسرم که انگار ما همه اون یکیه کپ داریم، یه لیوان داریم، بعد مردم میان هی حمله میکنن با این سنگاشون به طرف ما حمله میکنن، هی سنگ بهمون پرت میکنن، سنگ پرت میکنن تا این ولک این لیوانه پر میشه. وقتی آدم لیوانش پر شده از تمامی این سنگ ها، بعد به خدا میگیم خداوندا بیا یه کاری بکن، بیا محبت خودتو در من بریز. برمیداره خداوند عیسی مسیح میگه من آب حیات هستم و شروع میکنه اون چیزی که میخواست در ما میریزه. ریخت، حتی انقدر جا نمیگیره از محبت مسیح. در صورتی که اگر کپ ما خالی بود چقدر راحت میتونست تمامی اون برنامه ریزی های مسیح رو در خودش بگنجونه. بعضی موقعا ما یادمون میره وقتی میایم طرف مسیح اول کپمون رو خالی بکنیم از سنگ ها، از شکست ها، از تمامی زخم هایی که بهمون زدن. امروز چیزی که واقعا احساس میکنم اینه که عیسی مسیح نمیگه که محبت نکنیم، بلکه میگه محبت کنیم. و ما نمیخوایم که سرپیچی بکنیم، دوست داریم اطاعت بکنیم. قوم فارس زبان عاشق مهمان نوازی هستند، عاشق این هستند که به هم عشق بورزن، تو خانواده ها همدیگه رو دوست داشته باشیم. ولی اگر کپمون رو خالی نکنیم به اندازه کافی از محبت مسیح نداریم که بخوایم به دیگران بدیم. اگر تو امروز تشنت بود و میخواستی آب بیای از ما بگیری، از کدوم یکی این کپا دوست داشتی بخوری؟ از این کپی که پر سنگه یا از این کپی که خالیه؟ کدوم خواست تو؟ کدوم لیوان و سمتش میری؟ این واقعا یه درسی بود که خداوند به ما داد که خدا میخواد ما کپامون رو خالی بکنیم. رو همین حساب امسال براتون وعده دارم، سال نو شما قراره سالی باشه که تمامی اون چیزایی رو که خداوند میتونه از توی زندگی شما در بیاره به وسیله قدرت خودش جراحی بکنه، تمامی اون سنگ ها، تمامی اون زخمایی که به تو زده رو میخواد از شما جراحی بکنه و در بیاره تا کپ شما خالی بشه، تا جا داشته باشی برای برنامه ریزی که خدا برات داره. رو همین حساب بیا با ما همدم بشو، هم نفس بشو، هم دل بشو، بگو خداوندا واقعا ما دوست دارم بچه هام، خانوادم، پدر مادرم، دوستام و برادر خواهرام و نمیدونم پسرم و دخترم و با بزرگ اینا فامیلا همسایام محبت بکنم، ولی اینقدر ضربه خوردم از این دنیا، اینقدر به هم ضربه زدن، اینقدر ظرف ما از زخما پره، نمیدونم چقدر از محبت تو بچشم، نمیتونم چقدر پر بشم. بیا این ظرف من رو خالی بکن امروز، بیا خالی بکن تا جا داشته باشم و یه لیوان صاف و یه شفاف، یه آب شفاف به مردم بدم. امسال سالیه که خدا میخواد ما آزاد بشیم، سبک بشیم، سبک بشیم از این بارها. بیایم اینا رو بریزیم بیرون. کوروش پسرم در اومد گفت
عیسی مسیح گفت قرار ما همدیگر رو محبت بکنیم. منظورش این نبود که توی هالیوود اون یکی به اون یکی میگه I love you, I love you. نه منظورش این نبود. منظورش این بود که وقتی میان توی باغ جتسمنی تا بگیرنت دوست صمیمیت لود میده با لبخند و حاضری بوسه بهت بزنه. میگی با لبخند دریافتش میکنی و محبت میکنی. وقتی به زنجیر میکشینن محبت میکنی. وقتی توف به رود میندازن محبت میکنی. وقتی به دادگاه میکشنن محبت میکنی. وقتی میبرنت و چشمتو میبندن و خار به سرت میکوبونن و شلاقت میزنن محبت کن. به خاطر که خدا میخواد ما وسائلی باشیم که همدیگر رو محبت میکنیم. وقتی میکشنن توی خیابونا صلیب بشونن میذارن که واقعا حقت نیست، بین دزدا محکومت میکنن و به صلیب میکوبوننت، محبت کن. امروز ما برادر خواهرای توی زندانها دارم که واقعا حقشون نیست اونجا باشن، ولی بهترین موقعیته که مثل مسیح ما رفتار بکنیم و محبت کنیم، به خاطری که مسیح اومده تا فارس زبونها رو محبت کنه. پس ما قراره به عنوان بدن مسیح یکدیگر رو محبت کنیم و یکدیگر رو در آغوش بگیریم. وقتی رو صلیب میذارنت محبت کن، وقتی میمیری محبت کن، تا وقتی با مسیح رستاخیز داری محبت تو هنوز جام اونا رو، تشنگی اونا رو برطرف بکنه. عیسی مسیح میخواد ما محبت کنیم. پس امروز محبت مسیح رو در شما میریزم. امروز با هم چشماتونو یه لحظه ببندی با من. امروز میخوام دعا بکنم. روح القدس بیا و تمامی اون زخم‌ها رو بردار. تمامی اون پیشنویسی که ما داریم، تمامی اون پرونده هایی که ما نگه داشتیم، از کی چی کار کرد، کی چه حرفی زد، تمامی اون پرونده ها، تمامی اون چیزهایی که زیر قالی قایم کردیم، جارو کردیم زیر قالی ها قایم کردیم، امروز بیا خونه تکونی بکن. بیا یه خونه تکونی بهاری بکن. روح القدس قلب، ذهن، روح برادر خواهرام در همه جا در نام مقدست به دستت میسپارم و میگم بشور بشور بشور، پاک کن، شفا بیار، قوت بیار، تمیز بکن تا از روح مسیح پر بشیم، تا جا داشته باشیم برای اون محبتی که مسیح برای ما داره و برای دیگران میخواد در ما بریزه. امروز برکتت میدم در نام عیسی مسیح، برکتت میدم به نام پدر مقدس، برکتت میدم با قوت و همیاری روح القدس، برکتت میدم و بهت میگم امسال سال پیروزیته، سال شفاته، سال برکتته. جامتو خالی کن تا برای شفاهای مسیح جا داشته باشی، تا برای قوت مسیح جا داشته باشی، تا برای شادی مسیح جا داشته باشی، تا برای ثروتی که میخواد بهت بده، موفقیت کاری که میخواد بهت بده جا داشته باشی. خالی کن جامتو تا برای تمامی ابعاد برنامه ریزی مسیح که در ارمیا 29:11 برای تو نوشته شده جا داشته باشی. خالی کن، گول شیطان نخور که میگه نگردار اینا رو، اینا رو نگر میداری که نتونی از تمامی اون چیزهای مسیح پر بشی. در نام مسیح پر بشو و لبریز بشو. آمین. هللویا. آ مرسی، چه پر از آتیش، پر از قوت، خدا رو شکر. مرسی برادر، مرسی ما رو برکت دادی و در واقع به یاد ما آورد برادرمون کشیش افشین که اگر که می‌خوایم اون نیکویی‌های خدا رو دریافت کنیم، اول باید ظرفمون رو خالی بکنیم. پس میرسیم باز به یه نکته که تمامی سیر سفر زندگی مسیحی انتخاب ماست. من و شما هستیم که انتخاب می‌کنیم. آیا ظرفم رو می‌خوام خالی بکنم؟ قدرت اجرایی‌ش رو شاید نداشته باشیم. وعده قدرت رو خدا داده، به قوت روح خدا میتونیم انجام بدیم.
اما مهم یه چیزه که ما بخوایم و اراده بکنیم. اگر این اراده رو ما بکنیم، خدا آماده است برای اینکه کارهای بزرگ بیشتر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. در افسسیان میگه خدا قادره که بیشتر از اون چیزایی که شما فکر می‌کنی خدا تو زندگی شما برات انجام بده. آیا من شما حاظر هستیم همونطور که برادر گفت ظرفامونو خالی کنیم تا خدا از نیکویی و از شفافیت و از محبت خودش ما رو پر بکنه؟ خدا برکت بده برادر، مرسی. اما بشنویم از شبانمون که شماز عزیز، بفرمایید که شماز جان. مرسی، خیلی ممنون. بله، متشکرم، خیلی ممنون. واقعا کشتایید عزیز چقدر قشنگ گفت که چشمامونو از افقی فکر کردن برداریم. افقی که نگاه میکنیم افراد مختلف، کارهاشون، بدیهاشون همه به یادمون میاد و حقیقتش هم همینه. این دنیا مشکلات هست، مردم این دنیا مشکل دارن، ما هم همینطور. مسائل و سختی ها مسیح روک گفت در این دنیا خواهی داشت. هر چقدر به مسائل نگاه کنی بزرگتر میشه. و سعید جان چقدر قشنگ گفت حالا عمودی فکر کن، برو بالا، برو بالا، از بالا فکر کن، از بالا ببین، اون موقع دنیا رو نوع دیگه میبینی، اون موقع بر دنیا، به جای اینکه دنیا بر تو سوار باشه، تو بر دنیا سوار هستی. و که شفشین عزیز چقدر قشنگ گفت که بعد ظرفامون رو خالی کنیم تا بتونیم از خدا، از خوبیهای خدا پرشیم، از غمها، از دردها، از چیزهایی که دیگران به ما دادن و پریم، فراموش نمی کنیم، نمی بخشیم، نگه داشتیم، هر چقدر از خودمون و از زخمامون پریم، از خداوند خالی تریم. اول خالی کنیم. بر همین مسیح میگه ببخشید، میگه ببخشید تا جا باشه من بیام. آمین. تا من حضور من در تو باشه. برای همین میخوام ببخشی تا برکت من اون جای خالی، اون سنگ رو بنداز بیرون تا جای محبت من، محبت، جای محبت برای من باز شه. و امروز میخوام ادامهش رو با هم بخونیم. این پیغام ها کاملا خدا رو شکر به هم دیگه مربوطه و امروز مثل که خدا از چند زبان یک پیغام برای من و شما داره برای این سال جدید. در اشعیا فصل 61 رو میخوام بخونم، ولی راجع به لباس تازه صحبت میکنه، ردای لباس عدالت، لباس نجات. و اینو که میخونم یاد عید نوروز افتادم که وقتی که بچه بودیم چطور موقع عید که میشد، عید به عید پدر مادرم منو میبردن خیابون فردوسی، کوچه برلند، عمرا، جنرال مد، میرفت و مغازه به مغازه ما نونوار میشدیم و لباس تازه میگرفتیم. گاهی این لباسه، یعنی اکثر مواقع لباسه خوردم گشاد بود. بعد مامان بودم، مامان جو این که خورده گشاده، میگه نه به اندازش میشه. و راستم میگفت، ما در حال رشد بعد از چند ماه کوچی اندازه میشد، بعد چند ماه کوچیک هم میشد. و خب ما لباس رو خوب نگه نمی داشتیم، تا بیاد اندازه ما بشه از ریخت و قیافه افتاده بود، لکه و کثافت و پارگی و بچه که نمی رسه. و همیشه لباس گشاد بود، وقتی هم اندازه ما شد می انداختیم دور. ولی در این سال نو خداوند میخواد که یک لباسی بهت بده. آمین. هم پاکه، هم نوه. آمین. هم هر چقدر هم رشد کنی با تو رشد میکنه. آمین. میگه هیچ وقت هم کوچیک نمیشه. آمین. به اندازه خودته، آدم در ایمانت، در قلبت، در محبتت، در معرفتت بزرگ بشی، اونم بزرگ میشه باهات. در اشعیا راجع به همین لباس صحبت میکنه، میگه که لباس، میگه که خود در، میگه خیلی جالب، میگه در خدا من شادی بسیار میکنم، جان من در خدای خود به وجد میآید. میگه خب چقدر عالی، ما اینجا میخندیم، شادی داریم. ولی بعد پشتش دلیلش رو میگه، میگه زیرا که، بذار بگم چرا اینقدر شادی بسیار میکنم، بذار بگم جان من، جان یعنی اون فقط لبخند ظاهری نیست، جان یعنی قلب و روح من از شادی پره. بذار بگم چرا جان من در خدای خودم وجده. وجد هم یه چیز خیلی عمیقه، یعنی اصلا درونت میجوشه. بذار بگم چرا، زیرا مرا به لباس نجات ملبس کرده، لباس نجات رو به من پوشونده و لباس عدالت رو برای من پوشونده. و بعد شماره 3 میگه مثل عروس مرا به زیورها زینت داده، همطور که داماد و عروس آماده میگن. برای همین شاد هستم، لباس عدالت رو به ما داده. مثلا عدالت خیلی کلمه پرباریه در کتاب مقدس، کلمه معادل فارسی که این بار رو داشته باشه ما نداریم. برای همیشه باید توضیح بدیم، تا میگیم عدالت میگیم مثلا یه شخص عادله، منصفه، انصاف داره. نه، عدالت یعنی اون مقام، اون قدوسیت، اون پاکی، اون راستی که ما نمیتونیم به دست بیاریم ولی خداوند به ما میده. تا
تو استطاعت خریدشو نداری، خدا این لباسه، میگه لباس عدالت رو بهت میده. اگر خداوند این لباس پاکی رو به ما نمیداد، همه ما گناهکار، انسانها همه ما گناهکاریم در چشم خدا، در چشم خدا که میگه اگر یک فکر بد داشته باشی تو نجس هستی، اگر بدبین باشی نجس هستی، اگر به کسی با چشم شهوت نگاه کنی زنا کردی، اگر از دست کسی عصبانی بشی قتل کردی، همچین طبق چنین استانداردی وضع همه ما خرابه، لباس همه ما کثیفه. بعضیا خیلی لکه داره، بعضیا لکهاش کمتره ولی هست، کثیفه. و خداوند اولین کاری که میگه، میگه این شادی و نجات و این شادی و وجد رو اول میخوام لباس عدالت بدم. لباس عدالت رو من بهت میدم، من پولشو میدم. وقتی بر پدر مادرم برام خرید میکردن، پولشو اونا میدادن، زحمتشو اونا میکشیدن، من نونوار میشدم. الانم البته خیلی از عزیزان ما رو برکت میدن. یکی میگه چند وقت پیش ایمیل زد بود که شما وایستادی اونجا، درد ما رو نمیدونی، همین لباس شیک میپوشی، کروات میزنی، میای حرفای خدا رو میزنی. نمیدونن که ما چقدر کشیدیم و چقدر میکشیم، اینو نمیدونن، من به دل نمیگیرم. نمیدونن چقدر سالها سختی بوده و هنوز هست، و اینم نمیدونن که بیشتر لباسای من، کراوات من، هدیه عزیزان منه. و همین تابستون اروپا بودم، یه خواهر عزیز گفتش، گفت تولدت که، گفتم یه دو هفته دیگه، هدیه رو بهت میدم، برگشتی برو لباس بخر. و برگشتم با دخترم رفتم، بعضی از این لباسای جوون مالندی که میبینی رنگی منگی ها، اینا رو دخترم با اون هدیه اون دختر خواهر عزیزم که در اروپا بود خریدیم که خورده نونوار بشیم. ولی وقتی یکی لباس بهت میده، این بهاشو داده، این رنجشو کشیده، و تو باید اون رو بپوشی. نجات که میگه و لباس عدالت، عدالت یعنی خدا تو رو پاک و قدوس میبینه. این لباس ما کثیف، خدا میگه در بیار، لباس پاک رو بهت میدم، کادو بهت میدم، عیدی بهت میدم، در این سال جدید بهت میدم که نونوار بشی. تو لباس منو بپوش، لباس پاک منو بپوش. مسیح رو صلیب رفت تا این لباس پاک رو برای ما بخره. او رفت دم گیشه، گیشه صلیبه، پولشو داد، گفت به این لباس بدید، اندازش نونوار، هیچ وقت هم کثیف نمیشه، پاک، پاک لباس. اگر در گناه هستی، اگر در خودت میگی کلمه لجن رو من نمیگم، خیلی از شما میگید، میگی من در لجن زندگی میکنم، اگر به خودت میگی من در لجن هستم، خداوند میگه که من تو از همونجا در میارم، پاکت میکنم، لباس رو بهت میدم. و همینطور میگه که من بهت نه فقط لباس و عدالت میدم، نه فقط لباس پاک رو بهت میدم که تو حالا فرزند منی، از چشم من پاکی، چون من پاکت کردم، من لباس رو برات خریدم، بپوش. خداوند در کلام خدا همه ما رو قدوسین، مقدسی صدا میزنه، بپوش، تو مقدسی، پاک زندگی کن. نه اینکه پاک زندگی کن تو مقدس باشی، تو مقدس هستی، برو پاک زندگی کن. این لباس رو خدا بهت داده، شایسته این لباس زندگی کن، تو که فرزند خدا هستی. و بعد میگه نجات، نجات رو تو همون فصل آیای اول قشنگ نشون میده که شفشین هم صحبت کرد که میگه من رو فرستاده تا شکست دالان رو التیام بخشم، اسیران رو رستگار کنم، محبوسان رو آزاد کنم، شکست دلان رو شفا بدم. این لباس نجات، اینم لباسه، اینم لباسه. یعنی چی؟ یعنی بهاش او داده، میگه بیا عزیزم بپوش، زخمی هستی بیا اینو بپوش، شفا پیدا میکنی، بیا نجاتت میدم. این نجاتم یک هدیه است، یک لباسه که باید بپوشی، بگی من دارمش، خداوند شکر، شفا مال من هست، آزادی مال من هست، قبولش میکنم، میپوشمش. خداوند در این سال جدید میخواد بهت لباس جدید بده. باید بگیری لباسو که میدن، چه کادو رو چیکار میکنی؟ میگیری و میگی خیلی ممنون خداوند، مال منه. وقتی هم میگیری باید بپوشی، من در حضور خدا پاکم، پاک شدم، او منو پاک کرده، من در حضور خداوند نجات یافتم، پس نجات یافته عمل میکنم، شفا یافته عمل میکنم، از این سنگ هام آزاد میشم، او منو آزاد کرده، من میخوام این آب باشم، آب زلال، میپوشم. زور ما نیست، قبول کردن ماست، ایمان ماست
که محیا جان هم بهش اشاره کرد، ایمانه، با ایمان دریافت میکنی، میگی دریافت میکنم این لباسو، پاکی رو، آزادی رو خداوند، من در تو آزاد هستم از هر چی که زخمی زخم به من زدن. اگر لباسم کثیفه، بعضی مواقع خودمون کثیف میکنیم، بعضی مواقع دیگران کثیف میکنن. چند وقت پیش توی رستوران بودیم، نشسته بودیم با مهمونامون، بغل دستی یکی از مهمونای عزیزمون دستش خورد این شربت رنگیش، اینا همه ریخ رو من. این لباسه دیگه لباس نمیشه، تا بریم خونه و لباس شویی دیگه نشد دیگه، بعد میرفت. گاهی خود آدم لباسشو کثیف میکنه، گاهی دیگران، فرقی نمیکنه که چه کسی کثیف کرده، یا خودت اشتباه کردی تو زندگی یا دیگران به سرت آوردن، خداوند میگه که لباستو عوض میکنم، پاکت میکنم، بیا بپوش اونو، در بیار، بنداز دور، چون لباس تازه در این سال تازه، هویت تازه برات دارم، لباس تازه دارم، لباس فرزندی منو بپوش، لباس باباتو بپوش، لباسی که بابات برات تهیه دیده رو بپوش، تو فرزند بابات هستی، مهم نیست دیگران چی بهت میگن. لباست پاره است، گاهی آدم خودش یه جای راه میره یه جایی گیر میکنه پاره میشه. یکی از لباسه من آستینش پاره شد، همینطور سریع داشتم میامدم، رفت بی کنار در گیر کرد، اینجا قشنگ جر خورد، چی کارش کنم؟ گاهی هم هستش که لباسا رو دیگران پاره میکنند، چاقو میزنن از پشت، خنجر میزنن، میری آخ درد اومد، در میاری میری بابا اینم دردش عمیق بود ولی لباس ما پاره شد. مهم نیست چه کسی لباستو پاره کرده، خودت یا دیگران، خداوند میگه که بهت لباس تازه میدم، لباس تازه. بیایم در این سال تازه از بابامون یک دست کت شلوار تازه هدیه بگیریم. کت شلوار عدالت، پاکی، کت شلوار پسر بودن، فرزند بودن خدا، کت شلوار نجات رو بپوشیم و طبق اون کت شلوار هم زندگی کنیم. ما نجات یافتگان هستیم. یک نکته میگه منو به لباس نجات ملبس ساخته، تموم شده، ردای عدالت به من پوشانید، تموم شده، اینها تموم شده، کار مسیح تموم شده، کار تموم شده مسیح رو به دست بگیریم. نکته آخر آیه فصل 61، وقتی میگه که شما این لباس رو پوشیدید، و میگه بعد آیه 3 میگه که تاجی رو به عوض خاکستر بهت میدم، روغن شادمانی رو به عوض نوگری، میگه روح کدورت رو ازت میگیرم، لباس شادمانی، لباس پرستش بهت میدم. بعد هدفش رو اینجا میگه، هدف شبکه هفت چیه؟ کلیسای هفت، محبت، دریافت که ایمان، اطاعت و انتقال. اینجا انتقال رو میگن آیای بعد، تا اینجا همش گرفتن بود، آیای بعد میگه که اون ایشان، یعنی اونایی که اینو دریافت کردن، لباسا رو گرفتن، براشون ماموریت دارم، ایشان خرابه های قدیم رو بنا خواهند کرد، ویرانه ها رو برپا خواهند کرد، ایران خراب شده رو درست خواهند کرد، بنا خواهند کرد، خانواده های خراب شده رو درست میکنن، قلب های شکسته رو شفا میدن، اونایی که طلاق گرفتن و دوباره به هم وصل میکنن، جامعه ایرانی که داره به نابودی میره بلند خواهند کرد. اونهایی که اینو گرفتن، من هستم، گرفتم. شما بگیرید و با هم خانواده هامون درست خواهند شد و ایران ما درست خواهد شد. خداوند به نام عیسی مسیح، هر کی الان میگه میخوام، تو میدی، تو از قبل آماده کردی، با من دعا کنید، بگی خداوند میخوام این عیدی از تو، بابا جون تو عیدی به من میدی، این نجات رو عیدی به من بده، این لباس عدالت و پاکی، بله گناه کارم، گناه کردم، ولی امروز بخشش تو، لباس پاک تو رو میگیرم، فرزند، لباس فرزندی تو رو میپوشم، بله خداوند زخمی شدم، پاره شده این بدن من، قلب من، ولی امروز شفای تو رو میگیرم، میپوشم و شایسته تو زندگی خواهم کرد و به قدرت توی خداوند باعث شفای دیگران خواهم بود. آمین. Bori e Bruno, Betanabi, Chocro Tazmino.